سنه یه نان گرم نداری مگر؟ هست شیری مرغ نمیخواید؟ من همه خواهم با یک عذاب مهر را اثر میگذارانیم شما باشید چه ها میخواهید؟ دادا با فکرم اوچه هم عصبی شده است دخترم گفت بین خودمون عصبی اوچه از روز اویل دارشوی ویرون بود دادا تو روزی به آگیری کمون میبینیم اگر یک بهای بد داشته باشی از خانه بیرون نمیبرایی من بهای بد نگیرم و من آفرین نامه میدیم شما نمیدونید بسیار گفت نزن دیر میکنیم زودتر جناب نجیب کدک ها دیر میکنم مایلش آقای نجیب شد چونه نمال میکنن؟ چی شده است؟ توبه این چی گناه پهمیش است؟ چی گناه فکر رانی؟ چی شد؟ در روزنامه چیست؟ ببخشید اینقدر هم نیده؟ از حد زیاد گذرانیدند یک عملیات اخواگرانه دیگر دقیق که عملیات اخواگرانه است نفر اخوا میخواهد اینقدر هم نبوده گیست؟ بی‌حیو بی‌ناموس خور رزیل خور چی شد رانو؟ یک روزنامه رو بینید وای وای این چیست؟ ما رو بست زدند بسک روی مول بستند با خدا بی تربیگی از حد گذشت آخر آدم باید کمی انصاف داشته باشد من میدونم همه این کاری حلدون است انا حلدون مردی بزن چخیل که گفتن نومی سگ رو کشونیدی کلتک رو تیار کن همین که اکوزت کلتک رو نشونده بی حیوی بی ناموس مسخره بازی های امروزه دون اکسو عملی زیاده به میان آورد چی فکر دارید؟ یک شوخی عادی بود چرا اینقدر وحیمه میاندازید؟ شخصا من در این تصویر یکان جای بد را نمیبینم مگر در این دیار آزادی بیان نیست؟ یا اینکه در این دیار آزاداندیشی من است؟ آزادی بیان بوده است این را به کی میگویی؟ میدونم آنهایی که تو را به دامشان گرفتند چی نقشه ها دارند میدونم این تنها یک هزل است چیزی نیست که جدی فهمید مردم خود فهمیشی بد دارند برعکس آنها نسبت من حقارت دادند شوخی هم رنگ حیات است مگر این تحقیر نیست؟ حتی شوخی کردنش هم تحقیر است یگان ارتباطی ندارد این تن هم فهمیشی با عقلانه را طلب میکند به این هم در این دیار آزادی بیان هست و برای چنین شوخی این قدر واهیم انداختن معنی ندارد فرخ رسم های تقرامز نشر شد قدمی آور را گذاشه مکنون نوبتی تو به این هم با برادرم زکی هستم خودش با آقای حلدون در علاقه میماند رسم های تخیری رو نشر کردیم اکنون وقتی خوردنی مغز و مویز رسید من لذتی کباب را دوست میدارم کباب هم میشود هر چی دلت میخواهد ما وظیفه‌مان را اجرا کردیم صحنه از شما تنی رقم حلدون را با من ده چرا ما این پول ها را به آنها میدیم من اگر پول دیم زیق میشوم اینها دین میگفتند کو بله دین میگویند اما دیندار نیستند کاری دین میگویند اما مقصدشان دیگر است برعکس رفیق هایمان کاری ایمان دین میکنند در راه راستند برای تشریفتان تشکر الو تو همان حلدون نیستی تحقیر صورت نشر کرده ای تو کیستی؟ عجلی تویم، عزرائیلی تویم با این کار جواب میدی خواهران سطر پوشی ما را دشنام داده ای جواب خواهی داد سطری کشیدت برای تو سطری کفنت میگردد تو چه حق داری که تهدید میکنی؟ تو خودت کی هستی؟ از نام حزب جهاد گپ میزنم حلدون از این پس سر در بلاست تو بر این کافران را کشتن برای من قرض است مرا گوش کنید خود ببینید از حاضر تهدید سر شده است اینها نفهمیش کلی دارند و
نه حرمت نسبت آزادی بیان. خود شاهد باشید. تکمچه برای بسر میانه بردن دیار را زید کردند. اگر ساختار باشد با وظیفه دعوت میکنم. جانمان در خطر است. لونه زنبور رو ویران کنو پس اون دولو فیغان بردار که جانم در خطر است. و باز مرا حکارت کن. کجا شد منطق؟ گوش میکنم محترم سردار. بله تماشا کردیم. فهمیدم سردارم. آقای سردار بود؟ بله. چی میگوید؟ هلدون رو خوب محافظت کنید. هدفشون اون میباشد. اگر با او چیزی رخ دهد در بلا میمانیم. خودش این رو خواست. فکری تو چی است نجیب سردار؟ این یک نوشته جات کلاسیکی است. نفر مسخره میکند، دیگری به میدان میبروید. همین کل حادثه ها سرزدن میگیرند. حاضر هلدون رو به قتل رسانند. هدف نوبتی کیست؟ آدمان دیندار؟ خود خودش. آدمان با نام شریعت دوستدار به کوچه میبرایند، وضعیت ناآرام میگردد. حادثه ای به همه معلوم. نوشته جاتشان کلاسیکی باشد، این معنای آن را ندارد که اجرایش آسان است. این یک نمودی حرکت روانی است. آرام نشسته خوب تحلیل کنیم، یک قدمی به پیش میگذاریم. باید فراموش نکنیم که حرکتی غوانگی سیر شاخه میباشد، لیکن مرکزش یک تا است. اگر ما اون مرکز را احاطه کرده گیریم، ارتباطی مرکز و شاخه ها کنده می شود. بازی فاش می گردد. برای همین کاری کرد که قدم اول را گذاشت. ممدو، حمایه هلدون را شخصا خودت نظارد. در این کار احتمال جای ندارد. ای تو اثر دارم. به گروهی که وارد می شوی حزب جهاد است، برای تو این یک درس می شود. هدف آنها چیست؟ اینها با مثل تو ایماندار و وطن دارند، لیکن راهشون نادرست. گروه عقلی آنها را دزدیدند. اینها حرکت دارند که کشوری مسلمانی بنیاد کنند. چند نفرند؟ اون را تو رفتم میفهمی. چند نفرند؟ چی نقشه دارند؟ با اجنبی ها چی ارتباط دارند؟ سرچشمه مالی از کجاست؟ اول این را میفهمی؟ مهمترش باشد. چی است؟ در بینشان دستپرورهای اجنبی هست. همچون آتشک استفاده می برند. در دست سندها داریم. شما از کجا می دانید؟ بدتر با چشمانی خودت می بینی. سرحد کارهای اسلحه گروه رو بذمه دارد. زکی باشد جوانها را انتخاب میکند و همزمان خطیب و سخنگوی خوب است. فهمیدم. این کار من است. با زکی آشنا شو خوب میشود. به این هم سواد دینی داری یاری میکند. برای خودت یگان تخلص یافتی؟ نه هنوز. سنسار، تخلص پیشینه من. باوری دارم که به تو هم میزیبد. مهارتت را نشانده تا دشمنانی وطن و ملت را محو نگردانی. نیا چشم تو یگی چی شد؟ تکلیف پیکاس رو قبول کرده به گروه شامل شد. اکنون برای من کار میکند. در نزد جاذبه تو کی استادگری میکند؟ الو گوکمن، با کار شروع کن. پیکاس هدف رو نشان داد. ما هم در روبروی کتابخانه ایم. مایلش زنگ میزنیم. میدونی چی کار کنی؟ میدونم.
سلام علیکم. علیکم سلام برادر. چه خدمت کنم؟ من وای سیهونستان افراطی را میکاوم. اینجا بسیار است. چی کار میکنی سیهونستان را؟ نه من در شکل کتاب میخواهم. یک کتاب با نام جهاد مقدس برادر بوده است. بسیار در کار شد، هیچ نمییابم. برادر این ادبیات با تو چی در کار؟ هیچ، هم تو دانستن میخواهم. حاضر به این کم توجه دارم. خیلی خوب که میخونی و اندیشه میکنی. مسلمان تو بر این باید جوان مرد باشد. مثلا این کتاب رو گیرید. گیرید معقول میشود از حساب من. تشکر. گویک خانده بینیم این کافران هر تأخیر و دشنامی که خواهند بر ما روا میبینند. ما باشیم با کتاب و کتابخانه سر و کار داریم. با این تنها خودمان را فری میدهیم. تأخیر صورت ها را در روزنامه دیدید؟ دیدم. کافرها همه آنها دشمن اسلامند. شما پروا نکنید. مسلمان پیدا می شود که جزای این همه تحقیر و دشنام ها را می دهد. شکر خدا حالا نمرده ایم. انشالله آن مرد تو باشی. بخشش جناب. میبخشی از چی؟ سرت رو چنان پوشانده ای که پیشت رو نمیبینی. بخشش پرسیدم کو. بهوده گب نزن لطه پوشک، دفع شوید از اینجا. این دیار رو چادر پوش نکنید. ما چشممون رو چخیل آب میدیم. دفع شوید از اینجا. در حال تو چی گرد؟ نگاه کن، با این زن حمله دارد. من جزای این آدم رو میدیم. ایستا برادر، ایستا. جناب، در اینجا این سخن ها چی ارتباطی دارد؟ نفهمیدم. به خاطر شما این دیار با کیم کجا مانند شده است؟ وای! مسلمان باشد، برا دست نگیرید. خواهرم چال داری؟ خوبم. به پلیس خبر میدم. دعوا میکنم. به هر کسی خواهی بگوی کافری احمق، کافری حرام. زیارتم تنها به زنها میرسد. همیقله! رو از اینجا نامرد، رو. حالت خوب است؟ خوب است. خیز کمی نفس باز کن. تشکر زیاد، من به خونه میروم. عجب حالتی، گرگ پیر شد و از خونخواریش نماند. در این دیار نه عزت و نه شرفی مسلمان مانده است. ما چیکار میکنیم؟ کتاب میخونیم؟ بله بله، روز میبینیم. اه حکا جان، به چه احوال گرفتار شده ایم؟ نمیدانم در آخرت چی جواب میداده باشیم. لیکن چون این مسلحت نکردیم، ابله ما را سخت زد. یکی درو سرش ویرون است، میگذرد، طاقت کن. به فکرم بینیم شکست، درد میکند. همه کار حال شد، بیا رفتیم. اوف، دلم تنگ شده. خیر، با اجازت شما پول این را گیرید. نه، در کار نیست، این از ما با تو تحفه. تشکر، این دفعه بگذار تحفه باشد. خیر، پناهتان به خدا. ای، برادر، یک لحظه. لبای؟ مادامی که کتابخانه کافی نباشد، تکلیف دارم. چی تکلیف؟ ما به طور خود یک گروه خردی دوست ها داریم. همه اشان مجاهد بچه هایند. موضوع ما مجادله با کافران و محافظت امت است. خواهی تو هم بیا. در کجا می شود این جماعت؟ اگر گویی که می آیم، من تو رو با اونجا می برم، پروا نکن. چه کتاب خوانم، چه صحبت گوش کنم، هر دو یک است. راستی گپی زیاد نمی فارد، من نمی خواهم، تشکر، خیر. برادر، تو یک مرتبه بیا، دوامش رو می بینیم. هر سخن رو در کوچه گفتن نمی شود. خیر مایلش، رقم تلفنت رو دهید. شناس می شویم، نام من زکی. نام من مرد، پناهتان به خدا. تا دیدار.
دختر جان، دختره که من انا گلهای زیبا رو دیدی؟ گیریه مکن جانه که من بین مادرت برای تو چی تیار کرده است. ببینید گلی سری سبد خواهر جنید زرد به خانه می دراید. اگر پرسند که به کدام کار عصبی می شوی، بی ملاحظه می گفتم با پلیس مشترک کار کرده. دکتر کار را به سامان نرساند، جنید همه چی را به پلیس گفته داده است. کار جزیر شده ایستاده است و جنید معلوماتی باید روان کرد. زنک را می کشیم. چی کار کنیم؟ نکشیم و تربیهش کنیم؟ مسعود تو بگو. اکه من می گویم که نایستاده زود عمل کنیم. کلش را کنده به جنید روان میکنم. آقای فرخ، برای این بیمار روحی یک قصاب خانه کشویم. با اونجا کارش را کند، استراحت کند. من حیوان بیچاره را کشتن نمیخواهم. من متخصیص آدمم. آواز فیغان را نشنوم کشتن چی معنی دارد؟ ببین زن خانه در آمد، تنها که هست کارش را بینیم. امروز در روزنامه یک رسمی تقدیرنامه چاپ شد. آید این موضوع چی معلومات میدی؟ کار نو انگشته است. به فکرم حمله روانی است. مردم را به طرفی باید روانه کند. این را ما هم میدونیم. آید این عمل به ما دلیل و یا فکری داده میتوانی؟ مثال میدونی که بعد این کار چی نقشه دارم؟ نه. پس شما چی دردی دارید؟ برای چی همین کارها رو انجام میدی؟ برای وطن، برای دیار. برای این دیار میگوید و میفهمید که با مردم این دیار میجنگید. نفرانی رو که به قتل میرسانید شهروند دیگر دولت نیستند. همهشون شهروندان این دیارند. فکر نمی کنم که از موضوع با خبر باشد نجیب سردار. خوب میفهمد. این دولت به این آدم وظیفه داد، امکان داد. البته برای نگاه بینی مردم، لیکن دشمنی اشدیش خودی ملت. نه حقوق انسان رو میشناسد، نه دیگر چیز رو. داروها رو دیم؟ یک لحظه. نام زیبا هم بافتند، وطن دوست داری. ما هم به این همه باور کردیم. هرچی میدونستم گفتم به شما. ایستا، ما نو شروع کردیم. باید تو بسیار چیزها رو با ما بگویی. برای مثال، درباره این نو انگوشته. با سردار شیابا نجیب سردار بخوردن میخواهم. یک طرف استید. باید او رو ببینم. باید با نجیب سردار بخورم. میفهمی؟ من باید او رو ببینم. چی گپ اینجا؟ سردارم با این ها یکون چیز بگرید آخر. شد. من خودم میبینم. کنی بیا این طرف. خوش چی گپ؟ من خیر از چی شد باز؟ باز همون تصویر تحقیرآمیز رو دیدم. عنیق مقصدی معین دارد. سردارم جنید یکون چیز گفت؟ رانو اگر او چیزی گوید چی من با تو میگویم؟ قانون شکنی میشود. سردارم با خدا دهونم رو نمیکشویم. نکه مینویسی؟ سردارم التماس یکون چیز بگویید. از هفته چی بر اومد؟ هنوز؟ چیزی نبر اومد. سردارم من هم کمی گفتگو کردم. شما این موضوع رو درست تر میدونید. هر وقتی که چنین کارها کرده شوند حتما از پسش یگان غوغایی برمیخیزد. بازینگر جایش رو گرفته از دیگر صنعتکاران نیز جایشان رو میگیرند. بدتر آواز تروکمان میبراید. البته میدانم رانا، حتی چی شدنش رو یک به یک میدانم. نادرست نفهمید. من خودم از هلدون نفرت دارم. اما اگر شما او رو محافظت کنید خوب میشود. اینها برای غاز شده مرغ رو دریغ نمیدارن. حتما دارو میکشم. غم مخور. در این مسئله میم دو مسئله است. من اکنون از پس این کار میشوم. شنیدم که جنید روزنامه داشته بوده است. افشاش داریم. تمام باز با میخوریم همین ترنه؟ رانا. شد. آه
ای دخترک جانی من شد شد گیریه مکن جانکی اوچا گیریه مکن حاضر اوچا جان برای تو خوراک تیار میکند جانی من جانکی من یا خدا کی باشده کیست خانم از شعبه پلیس آمده ای باید یک دو سوال دیم در را میکشانید در برای چی؟ برادرت آقای جونت خدا را جزا دهد باز چی کار کردو؟ شما در حقیقت از پلیس هستید؟ حجت هایتان رو ممکن؟ من اجازت نامه افتابوس چینی دارم میشود پلیس کار را جدی گرفته است چشمان نجیب دائم به طرف من است نترس چیزی نمی شود جنایت چی گفت جنایت چیزی نمی گوید آنها هم نوهنگوشتر را طلب دارند من چی کار کنم خیلی خوب یعنی جوی ترسیدن هم نیست نمی دونم عاقبت کار چی می شود ملکه تو در اینجا چرا میکنی؟ خیر، دریو خانم نیستم مالش من بوزن میزنم خب، مالش بخیر است، چی شو؟ دختری باغچه ما با کاری نو گذشته است علی خانم رو وابسته کردن که یکان دختری دیگر یابم مالش، من هم خواستم اکای نجیب رو بینم گپی بسیار دارم اکای نجیب در همینجا؟ ها، در بلوز، خواهی یک سلام ده بسیار میخواستم اما خیلی سروسی ما هم باید با باغچه روم این در باشد رفتیم همراه میرویم خاموش باش خاموش باش 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 خودک را میترزانی خاموش باش من با تو خودم نمیشم اگر خاموش شدیم با تو خودم نمیشم خاموش کن من تا سه حساب میکنم اگر تو خاموش شدیم خودم نمیشم یک دو سه آخر من چی کار کردم با شما؟ ارتجا میکنم گمزنه تو کاری نگرد اما برادرت میکنم میگویند که برادر برادری برادر است اکا این چی سخن بود؟ از کجا دانم دیگر سخنی خوبی نیافتم معقول دانه کنم دختر اکا زود دختر شم زود التماس میکنم با دخترم نرسید ارتجا میکنم با او چیزی نمیشه کدک رو بمانیم التیجا میکنم اکا جان به دخترم نرسید او گناه ندارد همو با این کودک چیزی نمی شود پرو مکن کنی کودک را دید دید کنی بیو 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 اینجا بیو بیو دختر جان بیو دختر جان جان هنگم جان هنگم از او جان التیماس اکا جان دخترم را بمانده آروش کودک را نترسان من ایزار چش را ایمست کنم احمد این چی حال است اکا آجام میخواست که من دختر شدم آخران خواهیشش را به جا دخترم دخترم خاموش خاموش خانه بسیار مریضان یک انگوشتش را بری بس است اکا نمیدانم کمی به حالش گذاریم چی؟ دخترم خاموش شاهی گذاری ها زودتر باش برای کار آسوده باش دخترم شیر کودکم در این حرارت طاقت نکرد چی کار کرده نیچون؟ از من چی میخواهید؟ ارتجا میکنم ارتجا میکنم این زنه که بیچاره هم رفت Thank you.
فیلم های تصویری هم عجایب هم کودک ها را به جنگ و چه دال تلقیم میکنند ما نگران چیزی که فایده آور باشد کلان شده دیوانه نشود حالا این کافران، این دشمنان دین که رسمی تحقیری کشیدند مگر آزاد میگردند، هرگز نفری که کله این کافر را بریده میارد داند که جنتی است بنده دوز داشته الله است همین خیل نیست سلامی؟ آقای سرحد کشتن این کافر برای من فخر است به خاطر الله قسم اون را میگیرم او را قتل خواهم کرد خودی همیشه باید کار انجام دهیم کاری خیر را نباید به تاخیر انداخت آدمی که ما در مکتب مونده بودیم تحت نظارت قرار دارد چه خیل نظارت؟ در مکتب جنگ کرده است در مکتب جنگ کرده است؟ این چگونه بی‌مسئولیتی؟ پاداش عملش را میبیند حالا برایت از آنجا میبینیم ما برای جهاد جانمان را در خطر میگذاریم او باشد مسخره میکند برادران همدینم، مجاهدها، چی خیلی که میبینید، تنقید از بالای دینمان هیچ تمام نشده استاده است. آنها هجوم میکنند، ما در اینجا نگاه کرده میشینیم. باید چاره اندیشید. کنی تو بگو؟ ما هم واسطه اخبار رو استفاده میکنیم. نشر میکنیم. رکلامه نیز میکنیم. تو چی میگویی برادر؟ بزرگ بزرگ نمار که بهار میآید. ما فقط گب میزنیم. آنها باشند. از هیچ کار دست نمی کشند. مادران و همسران، خواهران و دختران ما را تحقیر می کنند. اعتقاد و شرف و حیثیت مسلمان را پست می زنند. شما باشید، تنها اخبار می دهید. با این عملتان، با سلاح هم گنجشکی را زده نمی توانید. پس چی کار کنیم؟ مرگ به این کافران، سر این کافران را بریدن در کار سرشان را. جهاد به همه همون فرض نیست مگر؟ مگر کافر حق زندگی دارم از شما میپرسم مگر کافر حق زندگی دارم مگر اخبار و نالیدن این جهاد است قصد به قصد خون به خون دندان به دندان جان به جان الله اکبر الله اکبر زکی کیستین مجاهدی حقیقی؟ کیستین جنگاور؟ یک رفیقم، نامش مرد من مسلمان حقیقی، مجاهد همیشه صدا دارد آقای فروغ، کار تمام و به مارخانه بردند نوشته جات همزمیمه کردید؟ نوشتیم آقای فروغ لیکن مسعود ما باز به جای سله کلا را گرفت هیچ غم نی، هر یک جوان مرد اصول دخوری خود را دارد سلامت باشید بس است شده که احمق، ما چی گفتیم و تو چی کردیم؟ اکم با تو گفته بودم که در کار و بار جنایتی من همراه مشم من قبلا گفته بودم که از این کیفیتم می آید حتی که الهامم می آید بس بس دیوانه تپه تیار نه مرا انتظار نشوید سر کنید تو گپ زدن شاهد همین جایم بازپرسی دوام دارد کودکا رو با جای من بوسه بکنم نمیدونم که دیگر چی گویم
خوش من فکر میکنم که چیزی میگفتنی بسیار داری. با بسیار آدم ها صحبت گذرانیده ای. عجایبات کار همین که با فالبین و جادوگرها و جنداران واخرده ای. نوهنگوشته همین خلفل های عجیب داشت. با فالبین و جادو باوری دارد. دعوای شما با مثل دعوای پشه و شمال میباشد. با کدام معنا؟ پشه نزدی حضرت سلیمان آمده است. دعوا بر شمال کرده است. حضرت سلیمان گفته است که این خیل نمی شود، شمال را هم باید گوش کنم. پشه اعتراض کرده نقشه گریختن کرده است. حضرت سلیمان گفته است چرا می گریزی؟ پشه جواب داده است آخر آید من اینجا استاده نمی توانم. چیزی نفهمیدم. معنای سخن همین است که شمال که نیست گب زن تا آن دمی که پشه هستی و تا آن دمی که شمال هست راحتون در جای کنده می شود. اگر پشه در جای بی خطر پنهان شود شمال کاری کرده نمی تواند. این شرح اول است. شرح دویم هم دارد؟ بله. حقیقت که سر زد پشه جای آواز برارهش را هم نمی آبد. مثل حق و باطل هر دهشون در یک جا نمی ایستد. اینها را در سر از جا کن و به یک قرار بیا. ایست با کجا می روی؟ برای جنید زرد روان کردم. جنید زرد؟ قطی را بزم این مان تس ایست از جاید نجوم. کی روان کرد؟ تو کیستی؟ اکر نپرونی خوهرش روان کرد. زود به نجوم سردار خبر ده اینجا قطعی شبهناک است. بلش سردارم یک لحظه برایت تعجیلی است. چی گفت؟ چی شد؟ نفر یک قطعی شبهناک آورد در دالان استاده است. کی روان کرده است؟ کی فرستاده است؟ خوهرتون. خوهری من؟ از کجا گرفتین قطعه را؟ تلفن کردم. از انبار خالی گرفتین. پول را بالا قطعه موندن. نشانه را دادم. 500 لیر دادم. باز نفیسته جاتی. خاطره خوردکه که از من با اکا جانم. به خاطر فراموش نکردند. گروه به ضررگردانی ماده ترکنده را دعوت کن. بیمارخانه را خالی کنید. امنیت اطراف را تامین کنید. زودتر زودتر. ایست؟ تو یکان جا گم مشد. همه سردار بر قصد قصاص میگویند. کشنده را میکشیم گفتند. به جان من هم زده است اکای سرحد. صبر هم آخر دارد. اکنون وقت برآمدن و جهاد کردن است. وقت انتقام. اکنون با تو فرصتی هم اجرا میکنی؟ اکا برای اسلام همه کارا میکنم. آخر ما در این دنیا برای چی زندگی میکنیم؟ میدونی این کیست؟ نه، نمیدانم. آدمی که رسمی تحقیری کشیده است. در هوا کافتم و از زمین یافتم. مگر او را قبلا میشناختی؟ نه، لیکن میخواستم که کسی به من او را نشان دهد. دستگیر کنم و گلویش را فشارم. دعایت زود قبول شده است. بنده دوست داشته الله بوده. کشمکش سر شد. اکنون کتر صاف میبریم. در اینجا ماشین نگاه داشتن ممکن نیست. رو از اینجا رو. اکا جان پولیس اینجا چی گفت؟ با تو چی؟ همه چی در دانستان ضرر دارن. آقای محمود این با کرمدی دولتی نمی زیبن. گب را کم کن. رو از اینجا زود باش. این کار را بیدار با
مردم را از اینجا ببرون براره زودتر او را با جای بخطر برید کسی اینجا نماند زودتر کسی در اینجا نماند کسی نماند با دستگیری خودت حالدونی کافر به دوزخ می رود این کار را رفیق من سلامی می کند برادر مرد خواهی تو هم اشتراک کن با شما با جان و دل همراه می شوم پلیس آن کافر را محافظت می کند احتیاط کنید شما فکر پلیس را نکنید اگر به تو چیزی شود بدان که جنت تو را انتظار است الله اکبر الله اکبر الله اکبر یگان احتمال نمیخوام فهمیدید؟ مایل سر دارم خواتر ما باشید اول وضعیت رو بینیم بعد نقشه میکشیم مایلش براری کار تشکر سر دارم سردارم سردارم حال جنید زرد وزنین شده استاد است رفته بینید وقتی همین است یک طرف استید روح دید یک طرف استید چی گفت اینجا این چه حال است بگو بگو با من خواهرم با من چی روان کرد گوش کن جنید حالا نمیدانیم کمی صبر کن میدانم از من چیز پنهان میکنید همین در نسردار پنهان میکنید گوش کن مرا دادو پنهان کرده مرا بزار نکن بین هم خستم مرا میکشند مرا میکشند نجیب سردار مرا کشتن میخواهند بگو سردار مرا از اینجا برارید برارید گفتم مرا از اینجا برارید برو در میز ببندید شد شد سردار داد نمیزنم نبندید حتی دهانم رو نمیکشویم لا حول ولا قوت شد سر دهید گوش کن همینجا با آداب شید بین همه این حادثه به خاطری توست وعده میدهم آروم میشینم حتی دهانم رو نمیکشویم تمام شد تمام از حد بزرگید من همینجا چی کار میکنیم؟ تو اطراف رو نگاه میکنیم من آن کافی رو میکفونم آنا سگانی محافظم آمدم بیا پنهان شویم سرکمیسر آقای حلدون میبراید ای برادر جان این چی گپ؟ نفری از بوم افتاد گردن ما میشکند گردن ما عجب دنیا انا یاب و گیر ما چیکار کنیم؟ کوچه ها رو خوب نظر کنید خودتون رو احتیاط کنید کار نکرده به دولت ضرر نرسد زودتر خداوندا سردار اینجا بیایید
سردار این را ببینید. چی شد؟ چی هست؟ معلوم شد نگر بگو چی بوده است. نمیدونم حالا آنیق نیست. سر دهید من هم رفته بینم. سر دهید برادر شین در جاید. هرچی باشد سردار با تو میگوید. در قطعه چی بوده است؟ کله یک زن است. کی باشد؟ دیوانه قاتل حرام ایست برادر، ایستا، بارید برا سردهد، بارید سردهد ایستا سردهد من رفته بینم ایستا سردهد ایست ایست نبی ایستا خواهر جانم ایستا نبی کفر که بر اومد من برویش رو جون میکنم اگر یکم کوری شد پران فهمیدی؟ بله فهمیدم. میبرویم. همه جا را سنجیده دیدید؟ سنجیدیم آقای هلدون پروا نکنید. کارمون را درست میکنیم. معلوم نیست که این قاتلان چی کار میکنند. آقای هلدون اول اینها رو امضا کنید. ما از پیش میرویم. اطراف رو نظارت کنید. اطاعت سر کمیسر. این کاری این است و چرا ما رو پیدا کرد نمیدونم. سرکمیسر شما شما حلون رو برید. من از پای اون آدمون میشم. از شما یاری طلب. زودتر سرکمیسر. زودتر. میرم.
زود باش. Boşu silahı atıra partoma var o. سرکمیسر شما خوب هستید؟ خوبم خوبم. اون قاتل نابکار رو دستگیر کردید؟ نکردم. اینجا نفری دیگری هست. زود اطراف رو بینید. بایلا. تو سرکمیسر. بسیار خسته است، احتیاط کنید. خواتر باشید. خوش باشید. روز بخیر. تشکر. خوش آمدید. خوش باشید. سلام.
Ay برادر ایستا ایستا سردارم گپی مو رو گوش نکن من با تو چند سوال دارم کنی بیاشین چای میخواهی چای نمیخوام وقت ندارم بخیر است چی میخواهی چرا در هیجانی در باره وظیفه داده آخر من نهاری دارم میدانی که نهاری خوراک مهم روز است سرود را گوش کن چی خوش میخواند سرود را بعد گوش میکنی حالا مرا گوش کن مادامی که یک روی میکنی سوالهایت را ده خزینه کلان خزینه کلان نفهمیدم خزینه کلان در شهرچه سنای چیزی میکفته اتان آنجا خزینه کلان خزینه سبت همه سبت ها نسبتی با انگوشته همونجا با شما نشانه را میدهم حالا هم دلیل میخواهید بله البته من به گروه داخل شدم زیرا بدی را محو کردن میخواهم همین طور گوی دیشب قریب بود که سه پلیسی دولتی را میکشتیم تو در این باره با من چیزی نگفتی مصلحت ما چنین نبود گوش کن پهلوان من به تو دعوتنامه مخصوص روان نکرده بودم خودت آمدی طلب کردی که مرا همراهتون قبول کنید مقصد همراه شدنم این نبود مقصدت چی بود نبود و ما فرق ندارد ما در اینجا بازی نمی کنیم کارمون خطرناک است زورت آمده باشد خودت می دانی من از دشواری نمی ترسم نمی دانستم که چنین می شود نمی دانستم که خونی پلیسی بی گناه ریخته می شود شما مرا فریب دادید میخیل ارهان آبای سردو سلاحت را گیر بسری کریم ما ایست سلاحت را در جایش مون کریم آبای سردو سلاحت را گیر بسری ارهان ما ایست نشانی خزینه بزرگ نشانی نوهنگوشته را هم نوشتم دلیل های در آنجا بوده برای 300 سال زندان شدنش بسنده است روید هر چی خواهید کنید برای عملیات همه گروه را جمع کن آماده مرا هم از بیمارخانه برید سلام آقای سردارستان برای عملیات مهم ناراحت میکنم میدانی که لشکری پرقوت دنیا با چی بنیاد میگردد با صداقت قبلا این سوال را از رفیقا هم پرسیده بودم حیاتتون با یک ایمای من وابسته است از این پس شما نیستید من هستم چی گفتن؟ خوب شد از گفتن من یک مراتبه میپرسم یگید یک مراتبه میپرسم و تمام امر و گفته های من رد نشوندن صداقتی که بر من نشان میدهی من در وقتش با پدرت نشان داده بودم اگر برای دشوار باشد پرتافته رو سکوت علامت رضاست پس مرا فهمیدی بله فهمیدم با آواز بلند فهمیدم رو و آنچه از تو میخوان اجرا کن اگر اون آدم را کشتن میباید پس بکش به این هم ارزش ندارد اکنون میخواهم نهاری را دوام دهم این سرود را دوست میدارم
İşte göründü yine ürkek bir dalgın aşık, kendi yangınından kaçak mendilini yakıyor, bak tereddütle seviyor. Gözleri yaz gecesi, saçlarında yıldızlar, yorgun ve mahcup sesi. Şayet bihter boşan ki در داخل بلا باشم، در این راه مردن هست و برگشتن نیست. هایلرین نوارد بایلسی بیر سندارد. کجاست اون سردوری احمقتان؟ آقای فروخ؟ ها فروخ. ملکه خانم، گرسلکا تو روی را زهر را میقبی، این خیل نمیشه دو خیل. زهر را نقبیده چه خیل میبردائی؟ بی عقل. تو چی کارها کرده استودی ها؟ قاتل بیمانی؟ بخیر است ملکه خانم، سهر با دستی چپ از خوب خستی. بچه ها با ملکه خانم شناس شده بودید؟ به فکرم ینگمون خوش آمده ینگه. کپوی بیهوده نزنید. ببخشید اون نو از درون بر اومده است، به حیاتی عادی مطابق نشده است. جنایت کالای خوهرش رو در قوتی دیده است و دیوانه تپ تیار شده است، تهدید دارد که سیرتان رو فاش میکند. این قوتی رو کی روان کرده باشد؟ شما؟ نه، خودکشی کرده است، زن خودش کلاش رو بریده است. دیدی؟ با ما ارتباطی ندارد آخر، بی خود آوازی بلند براورده. جواب این کارت رو میدهی؟ من به تو نشان میدهم که خودسرانه کار کردن چی است؟ بس بودگیست، گوش کن، نه دختر میگویم نه زن، حاضر تکی پا میگیرم. تو خودت رو کی میسوبی؟ زبان براوردی؟ ای دستت را بیر، از حد گذران. گذرانت چی میشود؟ کنی سلاحت را بیر، وگرنه دنیا را پدرود میگویی. یعنی که خون شکم را میشوید با من فرق ندارد، من شکم را مرحمت سردار. سه بر یک ما غالب برآمدیم، شما مغلوب شدید. به آشنای پر هیجانت بگو سلاحش را گیرد. اول وای پرتویا میبرم کلت را. مرحمت سردار. در اینجا چی گم؟ چی احوال؟ آتینا در اینجا چی باقیه؟ زود به من شهر دی. اصول خواهی فروخ؟ سردارم اجازه دهید من شهر دیم. آنها سر یک زنی بیچاره را بریدند. گفتیم به جنید زرد نامه ای روان کنیم، امر شما بود. واهمه بد کردی ملکه خانم، معقول نکرد. سردارم جنایت اکنون خاموش نمی‌ایستد، قصد می‌گیرد. برای سکوت اجرا کردیم. برعکس، او اکنون همه سیرتون رو فوش می‌کند. سردارم، همه گروه برای عملیات آماده‌اند، بیایید. بیایید زود رویم، نشانه در من است و گروه در راه است. ما
از بیمارخانه زنگ میزنند. یعنی گوش کن چی میگوید. لبای ملیکه خانم، من از بیمارخانه. کمتر پیش پلیس ها از اینجا برآمدند. با کجا برآمدند؟ جنید جای خزینه را به آنها گفته است. خزینه بزرگ بوده است، نشانی را داده است. پلیس ها هم زود برآمدند. بلو زند، مالش فهمیدم. جنید با پلیس جای خزینه را گفته است. پلیس براه برآمده است. اگر پلیس آنجا را ضبط کند، آن بعد در حقیقت می سوزیم. پروا نکنید، نمی سوزیم. چه خیر؟ من به خزینه قریب ترم، پیش از پلیس می رسم. رشاد تلفن رو نمی بردارد. چرا نمی بردارد؟ چه خیر؟ آتنا همه چیز در دست تو و امتیازمون تنها توی زود کار را انجام ده. خیلی تنگ است، من رفتم. سایه هم با تو رود. لازم نی، خودم تنها کارو حل میکنم.